در کتاب نوشتن که 12 جا در اسلام برای عشق بازی حرامه. یک، حالا میدونی من چیه دیگه، دیگه داد نزن. یک، زیر درخت میوه، خشنگترین جاست برای عشق بازی. پرسیدم به یک کسی، گفتم که آقا جان چرا حرام زیر درخت میوه چرا حرامه؟ گفتش که ممکنه سی بیفته اونجا احرام بشکنه مثلا. نه، یه بار درست شده باشه سیبه بیفته بشکنه. 42 جا برای عشق بازی حلال است در کتاب نوشته. یک، پشت کوهان شتر. واقعا ما که رو زمین صاف را میریم نمیتونیم کاری بکنیم، بریم پشت کوهان شتر عشق بازی بکنیم. نوشته نعوذ بالله، ننوشته که این کارا رو نکنین، نوشته نعوذ بالله اگر کسی خواست با شتر عشق بازی بکنه، عشق بازی لب شتر بگیرم بگم عزیزم عشق بازی، عشق بازی کند، چهار چیز باید حلال باشه. یک، میخی که شتر را با آن زمین میخوب میکنن. دو، طناب گردن شتر به میخ. سه، حالا از میخ شروع میشه، پای تنه شتر از میخ شروع میشه. سوم، چیچی نردبونی که میزنی از شتر بیریم بالا. چهارم، چهار طبقه از این امر مستثنا هستن، چه سبت ها، دیوانه ها، شعرا و آدمی که باعث خنده مردم میشه. الحمدلله من مستثنا هستم از عشق بازی با شتر. حالا که نمیشه با شتر کسی اینجا از خیالی داره آخه من نمیفهمم این کتاب کتاب دینیه. خب چرا توش نمیسن با دختر همسایتون عریسی کنید که خودتون راحت کنید؟ شتر، میخ، طویله، سوزن، لخ، نردبون بخرم که بغل شتر بخوابه. تازه نوشته که اگر نعوذ بالله شخصی خواست، یعنی خودشون میکنن، آدم کارهایی رو که میکنه میندیسه، چرا من نمیگم که عشق بازی رو خرچیه؟ مگه نمیدونم چیه؟ نعوذ بالله اگر شخص مسلمانی خواست با الاغ عشق بازی بکند، لازم است که روز بعد الاغ را به 40 کیلومتری برده بفروشه. مثلا من توی لندن با یه الاغ عشق بازی کنم، الاغ سوار اتوبوس دو طبقه کنم برم 40 کیلومتری کجا برم؟ آب کور آبی سه وجب، در سه وجب، در سه وجب. حالا مثلا زیر شیر آب اگه دستم بشورم چه ایراد داره؟ نه، آب کور سه وجبی تو انگلیس آب سه وجبی، هیچ چیزی سه وجبه است که آب سه وجبی باشه. حالا بعد نوشته که بر مسلمان واجب است، واجب است اول یک مشت از آن آب ببوید. میگم به روح خواهرم این کتاب ببینید چه بر سرتون اومده، شما هنوز نمیدونید. بر مسلمان واجب است یک مشت از آن آب ببوید، اگر بوی ادرار نداد یک گلوب از آن آب میل بفرمه. حالا شما یه مشاش خوردیم مثلا میدونیم مزه ادرار چه، اگر مزه ادرار نداد، من چه میدونم مزه ادرار چه جوریه؟ میگم شما که امام هستین بخوریم به ما بگید که مزه ادرار نیست. نه، چرا من باید شاش بخورم که مسلمان باشم؟ چرا؟ اگر مزه ادرار نداد، بعد اون آب کوره، من میتونم باش نماز بخونم. بنده بوک کردم بوی مثلا کریستیان دیور داد، خوردم مزه شاش داد، خب چیکار کنم؟ شاش بخورم که مسلمان؟ چرا؟ آخه این چه دینی که همش با پایین‌تن و معده کار داره، همش شاش رو نمیدونم سوراخ فلان و سوراخ فلان، یک کلمه از مغز توش نیست. حالا گفتن که زمان پادشاه یادم زلزله اومد در تبعز، تمام اهالی 90% مردم مردن. حالا زمان اینا کتابو اگر زلزله ای حادث شد، یعنی چیز مهمی هم نیست هم چیز شد زلزله ای حادث شد، مثلا ممکنه فقط یه میلیون بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله ای حادث شد، شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود، عمه ای که 70 ساله زلزله سر 10 ساله. حالا زمانش از زلزله بود، مردم دنبال کفش و کلاه و سلوارشون بودن، تنشون من بودن من خیابون. حالا زمان اینا اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، کسی که از این جریان ها دست می شود حلال زده است. کی تو زلزله رو عمهش می افته بچه دار می شه؟ آخه این چه دینیه که آدم بغل عمهش می خوابه؟ مگه می شه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف می افته رو عمهش بچه‌م درست بکنه؟ چیه اینا؟ گفتن که داستان کل انقلاب مستقی این از اینجا مرسی از حرفا بزنی میکشمش. گفتن داستان کل انقلاب خودش در اصل تکانهای ناشی از زلزله به دنیا آمده، که شخصی به روی عمش افتاده داستان کل انقلاب به دنیا آمده. این حرفا چیه؟ مگه میشه خونه داره رو سرم خراب میشه من بیافتم رو عمم بگم آخ چو قربونه برم عمه؟ ای وای اسمشم بذاری فریدون داستانه. آخه چی این کتاب دارم دست بچه های مدرسه که اگر زلزله یادستی رو بدونن که بمارن این داستان زندگی ما. آیا تو رو قرآن قد داد بزن خیلی خوب میرفتم عزیزم.
ها ببین اون زمان گذشت که فری باید برسته، من برای ملتم میرفتم. آره عزیزم، برای که به جان برای ملتم به جانم وای میستم، سینم رو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان، مشروبتون رو بخورین، زیاد ناراحت نباشید. بعد من برای شاره گمرک هم همون شد، کی با کی طرفی این نیا کن. خامنه‌ای نتونست از فتی زبان من برای تو مقای در بیاید. نوشته که، گوش کنین، نوشته که خداوند تبارک و تعالی 12 نوع از حیوانات رو که اول انسان بودن به خاطر فساد اخلاق فساد تبدیل به حیوان کرده. یک، اینه میگم بخونین. هست نوشته که یک، خرگوش زنی بوده است که پنهان از انظار یعنی یواشکی زنا میکرده، یعنی یواشکی خیانت میکرده دوشگارش. مزخرف کامل، یعنی این همه کنسرت من 5000 آدم اینجا یه دونه خرگوش توی سالون نباید باشه؟ نه واقعا میشه، یعنی یه دونه زن خواهرم نیست اینجا اصلا میشه؟ داستان هایی میشه. نوشته که بابا گوش کنی چی چی نوشته. نوشته که غذای حاجت در زمین قصدی جایز نیست. یعنی اگه شما واقعا وسط شما رفتین غذای حاجت، حالا اسمشون غذای ناراحت معدتون بودین، باید اول قباله خونه یارو رو ببینین بعد بهتون کارو بکنین. در کوچه بنبست جایز نیست، بعد چهارای کنزینگتون جایزه. این کتاب اخلاقی است که به دست بچه 7 ساله ایرانی دادن، بهش میگن اینو بخون و طبق این رفتار بکن. این کتاب رو میدونین به جای کتاب کی دادن؟ این کتاب رو به جای کتاب کلیات مولوی، کلیات حافظ، کلیات سعدی دادن.